به عنوان یک مقدمه، همه ما به عنوان پزشک کارهایی رو انجام میدیم که نجات بخش جون مریضامونه. گاهن مراقبت های همدردانه بهشون ارائه میدیم، در کنارش کارهای تحقیقی و پژوهشی انجام میدیم، ولی اغلب خودمون رو یادمون میره. به خاطر همه این علت ها و به خاطر اینکه حالا فرسودگی شغلی زیاده و مشکلات حالا منتال افزایش پیدا کرده، مقدار سویساید هم به نظر افزایش یافته هستش. حالا تو مطالعاتی که انجام دادن، حالا این ماله آمریکا هستش، دیدن که سالانه 300 تا 400 پزشک بر اثر سویساید فوت میکنن، که این به اندازه کافی مقدارش قابل توجه بوده که در دانشکده های پزشکی و مدارس پزشکی بهش توجه بشه. خب استرس زیادی که استرس زیاد شغلی که وجود داره در ترکیب با حالا کاهش اتونومی و کاهش رضایتمندی شغلی میتونه هم باعث بدان نیست. چرا روشن نه تو مجازی نمیشن صدا نیست هست؟ آخر نمیشن صدا نیست. خب استرس شغلی در ترکیب با کاهش حالا اتونومی و رضایت شغلی میتونه فاکتورهایی باشه که هم باعث دپرشن و هم باعث سویساید در بین پزشکان باشه، هرچند که اتیولوژی این دوتا با هم متفاوته. در حالی که سویساید یه همگرایی از علتهای مختلفه، شایع ترین علتی که براش مطرح میشه مشکلات منتال درمان نشده یا نادرست درمان شده هستش. حالا پزشکا اغلب اطلاعات پزشکی خوبی دارن و به یه مراقبت های دسترسی دارن که بیشتر از عموم جامعه است، ولی علارغم این خیلی خودشون دنبال درمان مشکلات منتالشون نمیرن. علتاش حالا متفاوته، شاید یکی از مهمترین علتاش به خاطر استیگمایی باشه که در رابطه با مشکلات ذهنی در این حرفه وجود داره. حدودا 30% دانشجوهای پزشکی و رزیدنت ها از دپرشن رنج میبرن، ولی معمولا حدود نصفشون دنبال درمان میرن، یعنی حدود 15.7%. و حالا این مشکلات ذهنی و منتالی که وجود داره مقدارش خیلی شبیه اون چیزی که تو جامعه وجود داره و شامل مشکلات حالا زمینه‌ای مثل اضطراب و مصرف مواد و اینا میشه. مثل اختلالات دیگه مثل بقیه جامعه تو پزشکان ممکنه دیده بشه، مثل بایپولار، مثل انزایتی، مثل اختلالات وسواسی. خب این که ما یه اختلال روانی رو توی پزشکی تشخیص بدیم، مشخص کنیم، برامون مهمه، چون روی روابطش با بیمارا ممکنه که اثرگذار بشه. دیدن که یه رزیدنتی که دپرسه ممکنه 6 برابر بیشتر از یه رزیدنتی که دپرسنه خطاهای پزشکیش بیشتر باشه. و دپرشن و انزایتی هم تو ارتباط پزشک حالا هم با همکاران هم با بیماران میتونه تاثیرگذار باشه. بنابراین این مشکلات ذهنی پزشکا به عنوان یک نگرانی تو جامعه باید وجود داشته باشه، چرا که خوب بودن یه پزشک باعث میشه که روابطش با مریضاش با بقیه خوب باشه و این اثرات خوبی داشته باشه، همونطور که حالا بد بودنش ممکنه که اثرات معکوس داشته باشه. اختلالات دپرشن خیلی هتروژن هستن، از یه اختلالات شدید و حاد ممکنه مثل یه MDD تا اختلالات مزمنی که درجاتش پایینه مثل دیستایمی ممکنه متفاوت باشن و ممکنه یه علتهای زمینه‌ای مثل مصرف مواد، مثل تغییرات هورمونی وجود داشته باشه. معمولا یه جزئی که تو همه اختلالات استرابی وجود داره احساس غمگینی، مود تحریک پذیره که ممکنه که با تغییرات بدنی و اختلالات شناختی همراه باشه
که همه اینها باعث میشه که فانکشن فرد مورد تاثیر قرار بگیره. خیلی وقتا علائم اختلالات دپرشن شبیه فرسودگی شغلیه. فرسودگی شغلی هم معمولا ما به یه خستگی ذهنی، فیزیکی یا احساسی میگیم که به خاطر استرس شدید ایجاد شده. معمولا این فرسودگی شغلی با یه اختلال تو روابط بین افراد خودشو گاهن ممکنه نشون بده، در حالی که دپرشن خیلی فاکتورهای متعددی ممکنه علتش باشن. ولی خیلی از اونایی که فرسودگی شغلی دارن در ریسک دپرشن هستن. بنابراین هم تمایز اینها مهمه، همین که مفهوم این دوتا رو کاملا درک کنیم. خب دپرشن مفهومش از سدنس یا غمگینی متفاوته. سدنس یه علامت به دپرشنه و یه احساس طبیعیه که در مواجهه با یه سری شرایط، یه سری آدما، یه سری اتفاقات که به عنوان یه تریگر هستن ممکن اتفاق میفته. ولی این احساس غمگینی معمولا تو دپرشن تریگر نمیخوادش، معمولا دائمی وجود داره. اگه این احساس غمگینی توی مدت مثلا حدود 2 سال وجود داشته باشه، این شرایط رو به نام دیستایمی میگیم که یک حالت افسردگی حالا مزمن خفیفه. افسردگی تو پزشکا معمولا دانشجوهای پزشکی که وارد دانشکده پزشکی میشن، ریت افسردگیشون وقتی که وارد میشن عین بقیه جامعه است، ولی یواش یواش که تحصیلاتشون زیاد میشه افسردگیشون زیاد میشه. تقریبا 1/4 دانشجویان مثلا سال 2 پزشکی احساس افسردگی دارن طبقه مطالعه‌ای که حالا تو آمریکا انجام شده. و هر چقدر تحصیلاتشون افزوده میشه این میزان دپرشن افزایش پیدا میکنه، که حالا من تو رزیدنت ها تا حدود 30% میرسه. ساعت طولانی کار، اینکه استرس شغلی و شخصی به افراد وارد میشه، حالا اتونومی کم شده، اینا به عنوان فاکتورهایی هستن که ممکنه هم دپرشن ایجاد کنن و هم برناوت یا فرسودگی شغلی ایجاد کنن. خب بعد از اینکه حتی درس پزشکی هم تموم میشه این افسردگی باقی میمونه. هرچند که دیدن که اونایی که اتندن حالا هیئت علمیان در مقایسه با رزیدنتا میزان افسردگیشون کمتره، ولی هنوز افسردگیشون نسبت به جنرال پاپولیشن بیشتره. خب این احساس ناامیدی و بیارزشی که در ارتباط با افسردگی وجود داره باعث میشه که عملکرد شخص کاهش پیدا کنه، ارتباطاتش تحت تاثیر قرار بگیره و حالا توانایی شخص برای اینکه با این استرس ها مواجهه پیدا کنه ممکنه در طی زمان آسیب ببینه. سویساید در پزشکان، حالا گفتیم که یکی از شایع‌ترین علت‌های سویساید مشکلات روانپزشکیه که درمان نمیشه. خب این دپرشن درمان نشده یک عامل خیلی نگران کننده یک برای اینکه باعث افزایش ریسک سویساید میشه. خب دیتاها تو مقالات دیدن که پزشکا معمولا حالا احتمال این که سویساید کنن در مقایسه با جمعیت عادی بیشتره. توی مطالعه از 7905 جراح تو آمریکا پرسیدن که آیا مثلا عقاید خودکشی تو سال گذشته داشتن، که 6.3%شون پاسخشون مثبت بوده. خب پزشکان مرد گفته که میزان خودکشیشون 40% نسبت به جنرال پاپولیشن بیشتر بوده و در پزشکان زن گفته این میزان به 130% هم تو این مطالعه رسیده بوده. خب این
اختلافی که تو میزان خودکشی پزشکان نسبت به بقیه میبینیم ممکنه به خاطر حالا اطلاعاتی باشه که از بیولوژی انسان دارن، دسترسی به داروهایی که تو حالا جنرال پاپولیشن میسر نیست ولی تو جمعیت پزشکان خب بیشتره و باعث که حالا خودکشی موفق تو پزشکان بیشتر باشه. و دومین علت شایع خودکشی تو پزشکان مسمومیت ها هستش، هرچند که توی جنرال پاپولیشن معمولا خودکشی با به وسیله حالا داروها و مسمومیت ها خیلی موفقیت آمیز نیستش. خب یکی از دلایلی که پزشکان معمولا خودکشی هاشون موفقیت آمیزه به این خاطره که این تصمیماتشون یه تصمیماتیه که اغلب ایمپالسیو به ناگهانی تصمیم میگیرن و هرچند که اغلب حالا پشیمون میشن ولی این تصمیمات ایمپالسیویه که حالا انجام میدن و خودکشی موفق میشه. یه مثالی توی این منبعی که مطالعه کرده بودم زده بود که یه پزشکی حالا به نام مایکل بود که توی اورژانس کار میکرد. خب مریضای متنوعی تو اورژانس میدید، یه بار یه دختر 5 ساله‌ای رو میارن تو اورژانس با علائم سرماخوردگی، خب کامل معاینش میکنه میبینه که مشکلی نداره و بچه رو بعد از اینکه معاینه کامل کرد با دادن علائم هشدار مرخص میکنه. 2 روز بعد بچه با عرست تنفسی به اورژانس اونجا مراجعه میکنه. خب پدر مادرش خیلی ناراحت بودن و حالا با دیدن پزشک واکنش‌های از خودشون نشون میدن، ولی خب مایکل خیلی ناراحت میشه از این که آیا مثلا اشتباهی انجام داده که مثلا این بچه رو 2 روز پیش فرستاده و الان اینجوری برگشته. همینطور که با خودش فکر میکنه خب افکار خودکشی به ذهنش میرسه، هرچند که فکر میکنه توی این مدتی که تو اورژانس کار میکرده جون خیلی ها رو نجات داده ولی این بچه و اینکه حالا الان اینتوبه شده و وضعیت تنفسش خوب نیستش دائم تو ذهنش بوده. خب بعد از اینکه شیفتش تموم میشه میره خونه با خوردن یه تعدادی قرص سویساید میکنه، ولی حالا پیداش میکنن نجاتش میدن و الان خوشحاله که حالا زنده مونده ولی مطمئن نیستش که دیگه بخواد تو بخش اورژانس کار کنه. خب اگرچه که حدودا سالانه طبق آمار اونا 300 تا 400 پزشک بر سر سویساید جانشون از دست میدن، ولی معمولا چیزی که اغلب دیده میشه اینه که مثلا یه سکوتی توی سکوتی مراسم اینا برگزار میشه، هیچکی راجع به این که علت مرگ چی بوده حرف نمیزنه، همه سعی میکنن راجع به این که حالا چه دستاوردهای این شخص داشته، چه کارهایی انجام داده صحبت کنن و اصلا ذکر نمی کنن که مثلا این شخص افسردگی داشت یا مثلا استراب داشتش. و حالا بعدش همکارا برمی گردن و دوباره به کارشون ادامه میدن و شاید هم مثلا با خودشون احساس این که شاید ما میتونستیم کمک کنیم جلوی مرگش رو بگیریم داشته باشن، ولی دیگه حالا شخص فوت شده و خیلی اینا بعد از اون فایده ای نداره. و معمولا این سکوتی که وجود داره پزشکا رو بیشتر در معرض خطر قرار میده. یه استیگمایی که بحث کنن راجع به سویساید پزشکا و اینکه آیا چطور میتونن به پزشکا کمک کنن وجود داره و این خودش باعث میشه که بعد در معرض خطر قرار بده. یواش بابا، هرچند که اگه در این مورد صحبت کنیم شاید یه ریکاوری بهتری اتفاق بیفته. سلام، خسته نباشی قربان. جمعیت پزشکا دیده میشه، البته کمتر از دپرشن روش مطالعه شده و حالا این اختلالات دیدن که ممکنه که به میزانی که حالا تو جمعیت عادی دیده میشه توی پزشکان هم دیده بشه. توی یک مطالعه‌ای که روی دانشجویان پزشکی تو آمریکا و کانادا کرده بودن دیدن که میزان اختلالات استرابی تو دانشجویان پزشکی هم نسبت به بقیه جنرال پاپولیشن بیشتره و این
میطلبه که ما توجه بیشتری به این اختلالات داشته باشیم. رفرنس صحبت های من از کتاب Principle of Medical Professionalism بودش و از توجهتون ممنونم. ادامه برنامه در خدمت آقای توکلی زاده هست. حالا با توجه به اینکه یه مقدار جلسه رو دیر شروع کردیم، در خدمت اول خانم دکتر شاهمنصوری هیئت علمی گروه روانپزشکی هستیم، از تجربیات و سخنانشون استفاده میکنیم و اگه تایمی اضافه موند در خدمت آقای دکتر توکلی زاده هستیم. مرسی. سلام، خوبی؟ مرسی. اینا رو باید ببریم زهره. مرسی. برلین برگزار شده. عباس معروفی نویسنده رمان های مثل سمفونی مردگان، نام تمام مردگان یکلاس و سال بعد او اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 خورشیدی مجله ادبی گردون رو منتشر میکرد که بعد از مدتی توقیف شد و معروفی پس از اون به آلمان مهاجرت کرد. احمد صمدی همکارم از برلین و من هم دست و بشری که چنین مراسم پشت تصویر می‌بینید که باشم خدمت همگی. صدای منو دارین؟ من مرسی از خانم مهدی محسنی پور معرفی شما. من دکتر شاهمنصوری هستم، از اینجا روان پزشکی که بیمارستان امام هستم. صحبتی که من در مورد قرار بکنم در مورد سلامت روان در پزشکان هست. اول یه مقدمه ای شروع بکنیم که کلن WHO سلامت روان رو به چه چیزهایی تعریف میکنه و در چه حیطه‌ای قرار میده. خواهش میکنم، خسته نباشیم. خود از یه احساس خوب بودن که فرد بتونه استرس های معمول زندگی رو منیج بکنه و مدیریت بکنه. حالا این استرس های معمول زندگی استرس هایی که برای هر کدوم از ما میتونه پیش بیاد، ولی استرس هایی که بزرگ هستن، مثلا وقتی که کرونا اومد، خب طبیعتاً یه استرس خیلی بزرگی بود و سازگاری افراد هم باش متفاوت بود. یا وقتی که زلزله میاد، سیل میاد، یا فردی یکی از عزیزانش رو به صورت ناگهانی از دست میده، ما انتظار نداریم که همون رفتارهای معمول رو داشته باشه. قسمت دوم سلامت روان این هست که کاری که میکنه کاری باشه که مفید باشه و بتونه ارتباط خوبی رو هم داشته باشه. این تعریف کلی از سلامت روان هست. ولی ما چی از سلامت روان میبینیم؟ من وقتی میخوام بگم یه نفری سلامت روانش خوبه یا بده، رفتارش رو میبینم و بر اساس رفتاری که فرد داره میگم که خب این آدم منتال هلس خوبی داره یا منتال هلس بدی داره. در حالی که غیر از اون چیزی که ما میبینیم و به عنوان رفتار هست، در پشت این رفتار یه سری احساسات و تفکراتی هست که ما اون قسمت ها رو نمیبینیم. یعنی در حقیقت سلامت روان مثل یک کوه یخی هست که ما اون قسمت بالایی رو میبینیم، ولی در حقیقت اون قسمت پایینی که اون تفکرات یا احساسی هست که فرد داره برای ما
یعنی در حقیقت ما آشنا نیستیم باش و اون رو نمیدونیم که چه اتفاقی افتاده. میتونیم اینطوری مثال بزنیم. تشریف دارین؟ بله. من مثلا پایان این جلسه بیام. سلام علیکم. خیلی عوض میخوام. من دوباره خیلی عوض میخوام. صدای من میاد؟ من خیلی عوض میخوام. خانم دکتر صدای من میاد؟ صدای من میاد؟ ببخشید. ببینید جلسه برای کسایی که مجازی حضور دارن ظاهرا قابل استفاده نیست، چون هم همهمه میشه، صدای کوبیدن چیزی میاد و میتونیم اینطوری مثال بزنیم که اگر که یک جلسه امتحان برگزار بشه و بعد از پایان این جلسه کسی که آخرین نفر بوده رو بیایم اسمش رو اعلام بکنیم به صورت عمومی و بگیم که این که امتحانی که ما گرفتیم پایین ترین نمره شد، عکس العملی که افراد دارن متفاوت هست. یعنی یه نفر ممکنه که خیلی عصبانی بشه، داد و بیداد بکنه، یه نفر ممکنه منزوی بشه، دیگه توی این کلاس ها شرکت نکنه، یه نفر تلاش بیشتری بکنه. یعنی بر اساس اون فکری که افراد در یه موقع یه حادثه‌ای به ذهنشون میرسه احساسشون متفاوت میشه. یعنی اون کسی که عصبانی میشه فکر میکنه که خب من مثلا آدمی بودم که بدجنس بودم، اسمش رو معرفی کردم جلوی همه. اونی که شرمنده میشه فکر میکنه که مشکل از خودش بوده، منزوی میشه. و اونی که حالا تلاش بیشتری میکنه فکر میکنه که خب شاید خودش گوش نداده و بیشتر شخص مسائل شخصی خودش رو هم در نظر میگیره. بر اساس فکری که آدم ها توی یک استرس یا توی یک حادثه خاص میکنن احساسشون متفاوت میشه و به دنبال این احساس عملشون هم عملی که انجام میدن هم متفاوت میشه. به خاطر همین هست که توی ترافیک وقتی که میبینن که وقتی ترافیکی هست یه جایی یه سری از افراد داد و بیداد میکنن، یه سری ناسزا میگن، یه سری خیلی آروم نشستن. یعنی ما قرار نیست که یک واقعه یکسان عکس العمل و رفتاری که نشون میدیم یکسان باشه. بر اساس فکری که توی اون حادثه داریم و به دنبالش احساسی که پیدا میکنیم عملی که انجام میدیم هم متفاوت هست. این از چه نظر اهمیت داره؟ به خاطر اینکه وقتی آدم بدونه که افراد پشت یک حادثه ای افکار متفاوت دارن و احساس متفاوتی، شاید کمتر اونها رو قضاوت بکنه و فکر کنه که خب اینها ممکنه که متفاوت از من فکر میکنن. که مسائل سیاسی، که مسائل اجتماعی وقتی که بحث میشه ما قرار نیست همدیگر رو قضاوت کنیم، چون دیدگاه های افراد متفاوت هست، احساسشون هم متفاوت هست، تا جایی که ضرری به خودشون و بقیه نزنن. یعنی که یک استرس وقتی که استرس حاد باشه واکنش افراد به این استرس خیلی متفاوت هست. به فرض در نظر بگیریم کرونا. اولی که کرونا اومد یک سری از افراد کاملا رفتن توی انکار که نه این ساختگی، دولت ها میخوان مردم رو حالا پول بزنن، یکی حتما یه هدفی پشتشه. یک سری خیلی مضطرب شد، حتی کارشون رو رها کردن، حتی که پزشکی پرستاری یه سری از پرستاری ها استفاده دادن، پزشکا کمتر اومدن ولی و یک سری هم نه همون رفتارهای معمولی که داشتن و کار معمولی هم که داشتن ادامه میدادن. وقتی که یه استرس حاد وارد میشه افراد عکس العملشون متفاوته و اکثر این عکس العمل ها طبیعی هستن. ولی اگر طول بکشه، یعنی اون کسی که شغلش رو رها کرده بعد از مثلا یکی دو هفته باز همین کار رو بکنه، اون دیگه غیر طبیعیه. اونی که انکار میکنه اگر به این انکارش ادامه بده دیگه طبیعی محسوب نمیشه. مثل وقتی که فردی تشخیص یک بیماری صعب‌العلاج رو میگیره، معمولا اولش افراد میرن توی انکار که نه من آزمایشگاه اشتباه کرده، پزشک خوبی نبوده، من خوب شرح حال ندادم. این اولش در حد چند روز ممکنه طبیعی باشه تا فرد بتونه سازگاری پیدا کنه، و
ولی اگر طولانی بشه این انکاره، خب اون موقع به دنبال درمان نمیره. پس ما به یک واقعه و یک استرس حاد انتظار عکس‌العمل‌های خیلی متفاوت رو از افراد داریم، مثل سوت. سوت‌هایی که مخصوصا به صورت ناگهانی باشه، یک سری خیلی گریه میکنن، بیتابی میکنن، یک سری هم خیلی راحت پذیرایی میکنن، یک سری هم خیلی آروم نشستن. و همه این واکنش ها رو به عنوان واکنش طبیعی در نظر میگیریم و اینطوری نیست که بگیم این افراد مشکل دارن و این افراد واکنشی که نشون میدن واکنش طبیعی نیست. حالا چیزی که توی سلامت روان به خصوص توی کادر درمان پزشکی و دانشجو وجود داره و مهم هست، استیگما و نگرشی هست که نسبت به سلامت روان وجود داره. این استیگما باعث میشه که دانشجوی پزشکی رزیدنت خب نیاد برای درمان. اون اتندی که ممکنه فکر کنه مشکلی داره هیچ وقت برای درمان نیاد. اون انگی که بیماری میزنه، بیماری روانپزشکی، اینقدر پررنگ هست که معمولا افراد ترجیح میدن که به دنبال درمان نیان، که این توی کادر درمان بیشتر هست. یا اتیتودی که دارن، فردی که استراب پیدا میکنه فرد ضعیفیه، فردی که افسرده میشه فرد بی‌ارادهیه، خودش به اندازه کافی تلاش نکرده. من یه پرسشنامه آوردم اینجا، یه چند تا سوالی هست. من میخواد که الان خودتون ببینین این پرسشنامه رو و هر کسی برای خودش بکنه که خب من چه نگرشی دارم. حالا میخونم: اگه محل کارم بیمارستان نبود یا پزشک و پرستار نبودم، اگر مشکلی پیدا میکردم به فرض استراب و افسردگی، تمایل بیشتری به کمک گرفتن داشتم. اگر مبتلا به اختلال روان پزشکی بشم، خودم رو فرد ضعیفی میدونم که مضطرب شدم یا افسرده شدم. اگر مبتلا به اختلال روان پزشکی بشم، تمایلی به کمک گرفتن جهت درمان ندارم. به رؤسا توصیه میکنم اگر فردی مبتلا به اختلال روان پزشکی باشه و بهترین فرد از نظر کارایی تو مسئله باشه، اونو استخدام بکنم. اگر متوجه بشم که پزشک قبلا سابقه یه بیماری روان پزشکی داشته، باز هم بیمارانم رو جهت درمان بهش ارجاع میدم. با وجود باورها و اعتقادات، بازم نسبت به بیماران روان پزشکی حس خوبی ندارم و اونها نسبتشون به اندازه کافی برای خوب بودن تلاش نمی کنن و من همدلی کافی رو برای اونها ندارم. این استیگما یا انگی هست که توی افراد، یعنی توی جامعه پزشکی، جامعه پرستاری و توی رزیدنت و اینترن ما وجود داره که کسی که مبتلا به اختلال روان پزشکی هست، خودش فرد ضعیف‌تری هست، خودش فردیه که به اندازه کافی تلاش نکرده یا نمیتونه توانایی و کارایی رو اندازه بقیه داشته باشه. یه اختلال روان پزشکی فقط با یک عامل ایجاد نمیشه. بخوام دکتر هم گفتن که چند عامل با هم دیگه، یعنی مولتی فاکتوریاله، مثل سویساید که مولتی فاکتوریاله. ما نمیتونیم بگیم یه اتفاق افتاد این فرد افسرده شد، یه اتفاق افتاد این خودکشی کرد. هم خودکشی و هم اختلالات روان پزشکی بازو سایکوسوشیال هستن، یعنی عوامل بیولوژیک، عوامل اجتماعی و عوامل روانشناختی توشون نقش دارن. شخصیتی که فرد داره، مسائل اجتماعی و فرهنگی و تغییراتی که توی سروتونین و نورپینفرین جمع میشه، اینا همه با هم دیگه جمع میشن و یه اختلال روانپزشکی ایجاد میکنن. ممکنه تریگرش مثلا یه حادثه ای باشه، ولی یه زمینه هم وجود داره. یعنی همه اینها با هم دیگه هست و یک علت خاص باعث بیماری نمیشه. همونطور که توی این تکنیکی هر کدوم از ما یه بیسی داریم. مثلا من ممکنه کلن آدمی باشم که بی‌حوصله باشم، یه نفر آدمی باشه که سرحال‌تر باشه. اگر علائم خفیف استراب افسردگی داشته باشم، میتونم خودم به خودم کمک کنم. میتونم با دوستی که قابل اعتماد صحبت بکنم، ورزش بکنم، لایف استایلمو بهتر بکنم و علائمم بهتر بشه. ولی وقتی که علائم شدید شد، من قوی‌ترین آدم دنیام که باشم، به تنهایی از پسش بر نمیام و اون موقع قرار نیست که من قضاوت بشم به عنوان کسی که تلاش کافی نکرده و به این مرحله رسیده. وقتی علائم شدید میشه، یعنی این که من یه فریاد کمک میخوام که به من کمک بکنید و این کمک رو اگر از سیستم تخصصی بگیره، معمولا بهترین نتیجه رو میگیره. ولی توی افرادی که توی سیستم درمان هستن، خیلی از اوقات هم که خانم دکتر گفتن، معمولا خودشون رو درمان میکنن که حالا بهش میرسید. هیچ کس دلش نمیخواد افسردگی شدید رو تجربه بکنه، اضطراب شدید رو تجربه بکنه و به این مرحله برسه. پس قطعا دست خودش نیست و اینطوری نیست که همکاری لازم رو نداشته باشه. کار ما اینه که ما با
مداخله ای که میکنیم این علائم سیلیه رو میکنیم علائم مال و اون موقع فرد خودش میتونه به خودش بهترین کمک رو بکنه. یعنی قرار نیست دارو همه چیز رو کمک بکنه، ولی قرار دارو یا روان درمانی اون مرحله بحرانی رو کنترل کنه که فرد برگرده به کسی که اون بتونه از توانمندی های خودش استفاده بکنه. خب این استیگمایی که گفتیم و باعث میشه که کادر درمان به خصوص مراجعه نکنن چه اتفاقی میفته؟ وقتی من به خاطر انگ بیماری مراجعه نمی کنم اعتماد به نفسم کم میشه، معمولا آیزولیت میشم، دیگه تمایلی ندارم خیلی تو جمع بیام، احساس ناامیدی میکنم، شرم میکنم که من آدم ضعیفی بودم، بگه همکارانم هم تو همین موقعیتن، تو همین شرایطن، ولی اونا هیچ کدومشون اونقدر استراب ندارن. از درمان اجتناب میکنم و به تدریج علائمم بیشتر میشه تا میرسه به افت فانکشن. اما اون وارنینگ ساین چیه؟ چه علائمی مهم هست ما تو خودمون یا توی همکارمون یا توی رزیدنتمون اگر این علائم رو دیدیم بهش توجه بکنیم؟ یکی این که من اگه همکاری داشته باشم یا خودم یا رزیدنتم احساس کنم قبلا توی جمع بود، گراندان می اومد، سر جورنال می اومد، فعال بود، الان خیلی کمرنگ شده و دیگه نمیاد، توی غذا خوری دیگه نمیبینمش، ترجیح میده گراندان ها رو دیر بیاد، زود بره که با کسی ارتباطی نداشته باشه. یا اینکه مرتبا عصبانی میشه، آدمی بود که خونسرد بود ولی الان حساس شده، زود رنگ شده، زود ناراحت میشه و بهش بر میخوره. عملکردش کم شده و این عملکرد کم رو لزوما به معنای این نیست که کسیه که زیر کار در روه یا تنبله. کسی که قبلا خوب بوده و الان داره عملکرد پایین رو نشون میده، یکی از مهمتریناش این هست که خب الان سلامت روان خوبی نداره، حس خوبی نداره، اصلا حالش رو نداره کار بکنه، نه اینکه تنبل شده باشه یا زیر کار در رو شده باشه. میبینم که افسرده است، استراب داره و دائما احساس خستگی میکنه. قبلا 5 تا تیشیت میداد یا قبلا توی گراندران فعال بود، توی جورنال فعال بود، یا خودمون قبلا می اومدیم سرحال بودیم ولی الان باید انرژی زیادی رو صرف بکنیم و تازه باز هم نمیتونیم اون کارهای قبلی رو انجام بدیم و همیشه احساس خستگی داریم. این علائم وارنینگ ساین هست که توی خودمون یا توی بقیه اهمیت داره. علائم رفتاری که میبینیم تغییر میکنه، کسی که دائم در مورد مردن صحبت میکنه، یه میسکانسپشنی که وجود داره اینه که اگر کسی در مورد مردن یا خودکشی حرف میزنه، نه، این خودشو نمیکشه. حتی کسایی که به صورت نمایشی اقدام به سویساید میکنن، از هر 10 نفرشون 4 نفرشون در نهایت با خودکشی و با سویساید فوت میکنن. یعنی حتی اگر کسی مرتبا این رو میگه، همون احساس خطر اولیه رو باید بده و هر حال یه مقداری کمرنگتر از کسی میشه که هیچ وقت این رو نگفته، ولی نه اینکه بی اهمیت باشه. کسی که دیگه با دوستاش نیست، بچه ها میگن قبلا دوست بوده با ما ولی الان نمیاد، کارهای های ریسک میکنه، تو اتاق عمل قبلا دولت نداشته، الان یک دفعه عمل خیلی سنگین رو برمیداره، میگه من تنهایی میرم، ادنه میخوام، یا رانندگی های پرخطر میکنه و ما هی میبینیم که خلق متغیری داره، یه روز خوبه، یه روز بده، یه روز عصبانیه، یه روز خیلی خوشحاله، یه روز اصلا حال نداره، چشمات همش بسته است، خواب و اشتهاش تغییر میکنه و در مورد سویساید هم صحبت میکنه. و مسائل کلامی، احساس ناامیدی، احساس این که خب آینده چی میشه و دائم اینو تکرار میکنه، احساس بی‌ارزشی، احساس این که من تنها هستم و یا دوست دارم امشب بخوابم و دیگه بلند نشم، دوست ندارم که دیگه سر کار بیام یا دیگه ادامه بدم. این وارنینگ ساین ها از که نظر مهم هستن؟ وقتی مایند باشن خب فرد میتونه به خودش کمک بکنه، مودریت باشه تا حدودی، ولی وقتی سیویر شدن دیگه باید مداخله ای از بیرون اتفاق بیفته که اینها رو بکنه مایند و در نهایت ممکنه که خب سویساید هم اتفاق بیفته که این نهایت کار هست. نگرشی که نسبت به سویساید هم وجود داره توی افراد متفاوته. من چند تا سوال آوردم که بعد یه سریش در مورد میسکانسپشن هایی هست که در مورد سویساید وجود داره. فکر کنم که حالا اینا رو میتونیم خودتون یه مطالعه کلی بکنین، یه نگاه کلی بکنین تا بعد در مورد میسکانسپشن هایی که در مورد سویساید وجود داره صحبت بکنیم و در موردش بگیم. خب من داشتم به دوست دیگه که لحظه باتم بودم، من که باستانم به دوست دیگه
آدیتور شجاعی فکر کنم سوالی دارن یا کامنتی دارن، در خدمتتون هستیم. سلام عرض میکنم، احیانا صدای بنده خدمتون میاد خانم دکتر؟ بله. تشکر میکنم از صحبت ها و فرمایشات خوب سرکار و خانم دکتر محسنی پور. من میخوام از فرصت استفاده بکنم و کمی کاربردی از محضرتون بهره ببرم بابت اتفاقاتی که در محیط های بالینی به خصوص برای دستیاران میفته. این نکاتی رو که سرکار فرمودید که به درستی است و در تمام در واقع علوم روانشناسی برای تمام مراجعین و بیماران درسته و در واقع دیاگنوستیکه و آماری است و DSM هست، به نظرم میاد همین گونه که شما الان اشاره کردید و پوینت خوبی بود، تو پزشکای جورایی متفاوت میشه به خاطر اینکه مراجعهشون فرق داره، به خاطر اینکه ممکن از اون استیگمایی بترسن و دلایل دیگری. نمیدونم آیا امکان داره که ما بیایم افسردگی و اضطراب رو که عوامل بروز خودکشی است در پزشکان دیگه ذاتگرا و نیتیویزم نگاه نکنیم، اسنشیالیزم نگاه نکنیم، با DSM بررسی نکنیم، بیایم کانتکستوالیزم نگاه کنیم، محیط ها رو رصد بکنیم، نگیم این شخص مستعد خودکشی است، این شخص به ما مراجعه نمیکنه، این شخص ما نمیتونیم بشناسیم، این شخص وقتی خودکشی کرد میفهمیم. دوستان خیلی خیلی صمیمیش هم ممکنه شوخی بگیرن به فرمایش شما، اما محیطی که مستعد خودکشی هست رو بشناسیم. افسردگی رو میدانید سیلیگمن میگه که یه افسردگی داریم که پاتولوژیکه، یه درصد خیلی زیادی افسردگی غیر پاتولوژیکه، پاپولار، معمولیه. خب اون افسردگی خیلی پاپولار خیلی معمولی رو اگر جدی نگیریم به اون پاتولوژی که منجر میشه، این افسردگی پاپولار یه خطای شناختیه، از فروکش کردن، فروکاهیده شدن عزت نفس ناشی میشه، از دیسپیر و ناامیدی نسبت به آینده ناشی میشه، از فشار کاری خیلی زیاد، از روابط مخدوش و از دست رفته ناشی میشه، از learned helplessness و درماندگی آموخته ناشی میشه. اگر که ما بیایم این محیط ها رو شناسایی بکنیم، آیا ممکنه بگیم این محیط مستعد بروز خودکشی است؟ چرا؟ چون اضطراب و افسردگی که عوامل زمین ساز هستن توش زیاده. من عذر میخوام زیاده گویی کردم، اما به دلیل اینکه حرفه بنده اخلاق هست خواستم پیشگیری اخلاقی رو از فرمایشات شما استخراج بکنم و از نظرتون استفاده بکنم. تشکر میکنم. خب بکنم حالا یه سری از چیزایی که مد نظرتون هست رو من در ادامه سخنرانی میگم. اینا سوالاتیه که ممکنه که من در مورد نگرشی که نسبت به سویساید ممکنه افراد داشته باشن آوردم. اینم سوالات بعدیشه. ببینید سویساید کلن یک فریاد کمک خواهیه و سویساید نشون میده که یک نفر در رنج عمیقه. این که ما صرفا بگیم به خاطر محیط، نه، سویساید مولتی‌فاکتوریاله. تو یک محیط یکسان افراد واکنش متفاوت دارن به خاطر اینکه سویساید در اثر یک مسئله خاص اتفاق نمیفته. و ممکنه سویساید های سریالی رو ما تو رزیدنت ها ببینیم، یعنی تحریک بشن و این اتفاق بیفته که من اینا رو توضیح میدم حالا یک سری شو. ولی در مجموع وقتی خودکشی اتفاق میفته، یعنی که تنها چیزی که ما میتونیم بگیم این هست که این فرد در رنج عمیقی بوده و نمیتونیم بگیم که حالا این آدم آدم ضعیفی بوده، محیطش خیلی بد بوده، یا استاداش خیلی اذیتش کردن، یا نامزدش فلان کرده. ممکنه این عوامل هم بوده باشه، ولی ما نمیتونیم اینا رو همه رو با قاطعیت بگیم. فقط میتونیم بگیم که این آدم در رنج عمیق بوده، یه فریاد کمک خواهی هست. و معمولا هم افرادی که سویساید میکنن از یک هفته تا 10 روز قبلش به یک نفر که اکثرا به پزشک خانوادهشون هست یا یکی از دوستانشون هست این رو گفتن که من فکر خودکشی دارم. پس اگر ما علائم وارنینگ ساین رو بشناسیم و بدونیم که کسی که داره در مورد مرگ زیاد حرف میزنه، یا کسی که میگه من چیزایی که دارم میخوام ببخشم، یا من میخوام که از کف با کسایی که قهر بودم برم و باشون آشتی بکنم، و ما میبینیم که این آدم افسرده است، این باید احساس خطر به ما بده.
یعنی علائم وارنینگ ساین رو بشناسیم و وقتی که علائم وارنینگ ساین رو شناختیم بریم و ارجاعش بدیم. یک میسکانسپشن هایی در مورد سویساید وجود داره که این میسکانسپشن ها در مورد همه ما ممکنه اتفاق بیفته. مثلا اگر یک نفر سویساید کرد تا آخر عمرش این فکر رو به دنبال خودش خواهد داشت. خیلی از اوقات فردی که یک بار اقدام به خودکشی میکنه یا فکر خودکشی داره و درمان میشه دیگه این فکر رو نخواهد داشت و یک زندگی طبیعی داره. ببینید یه مثالی که بزنم این هست که یک پلی وجود داره توی آمریکا که این پل اسمش سفان گلدن بریجه و یه پلیه که برای خودکشی خیلی ازش استفاده میشه و جوریه که اگر کسی خودش رو از بالای اون پرت کنه تقریبا دیگه زنده نمیمونه. یعنی وقتی کسی این اقدام رو میکنه یعنی اینکه دیگه واقعا میخواد که بمیره. خیلی احتمال این که افراد زنده بمونن کمه ولی اومدن با 6 نفر از کسایی که خودشون از بالای این پل پرت کردن مصاحبه کردن و بهشون گفتن که خب تو الان چه حسی داری و از این که زنده مونده خوشحال بوده. یعنی قرار نیست که کسی که سویساید میکنه این همیشه بخواد بمیره و همیشه در آرزوی مرگ باشه و اگر نجات پیدا کنه بعد از اون که از اون بحران در اومد اکثرا میگن که خوشحالم که این کارو نکردم. این چیزیه که در مورد رزیدنت ها و در مورد پزشکا و در مورد همه افراد وجود داره. این که ما فکر کنیم حتما سویساید به دنبال یک مشکل روان پزشکی اتفاق میفته همیشه قاطع نمیتونیم بگیم. 90% موارد سویساید به دنبال یک مشکل روان پزشکی به خصوص افسردگی هست ولی مواردی هم از سویساید وجود داره که به دنبال یک کرایسیسه، چیزی که توی جوانها بیشتر میبینیم یا فرد زمینه افسردگی داره و الان یه بحران میباشه میافته که این بحران حالا در مورد اونهایی که جوان‌تر هستن توی سن 24 تا 35 که بیشترین موارد خودکشیه که حالا توی رزیدنت هام هست اتفاق میافته، این کرایسیس میتونه یه بریک آپ باشه که فرد یک دفعه یه رابطه داشته و توی اون رابطه وابسته بوده و فرد مقابل اون رو کات کرده و به صورت کامل قطع کرده. این یک کرایسیس میتونه باشه. یا چیزهای دیگه‌ای که اتفاق میافته، یعنی فرد یه زمینه داره با یه بحران هم مواجه میشه و این اقدام رو میکنه. ولی این که ما بگیم همیشه کسی که اقدام به سویساید کرده 100% یه اختلال روان پزشکی داشته، نه، در بیشتر موارد، در اکثر مواقع وجود داره ولی نه همیشه. معمولا سویساید به صورت ناگهانی اتفاق نمیفته و قبلش علائم هشدار داره و اگر ما علائم هشدار رو بشناسیم میتونیم به فرد کمک کنیم و میتونیم به دوستمون و همکارمون کمک بکنیم. این که ما فکریم که این فرد خودخواه بوده و راحت ترین راه رو انتخاب کرده نمیتونیم در مورد اون نظر بدیم، چون اون هم فقط میتونیم بگیم که اون خیلی اذیت میشده که به این مسئله رسیده. این که در مورد خودکشی صحبت بکنیم باعث القای خودکشی نمیشه. یعنی اگر رزیدنت اومد پیش من و من فکرم خیلی افسرده است و دائما به من گفت که من دیگه دلم نمیخواد زنده بمونم، حتما به صورت مستقیم ازش بپرسیم که آیا شده زمانی که خیلی اذیتی فکر کنی آسیبی به خودت بزنی یا فکر خودکشی داشته باشی؟ اون چیزیه که خیلی از ماها ازش میترسیم. ولی سوال پرسیدن مستقیم در مورد خودکشی باعث القای فکر خودکشی نمیشه و تقریبا اکثر افرادی که این فکر رو داشته باشن بیانش میکنن و میگن. پس وقتی که این احساس رو داشتیم در مورد رزیدنت، در مورد اینترن، در مورد همکار، در مورد دوست باید مستقیما پرسیده بشه که آیا ممکنه که فکر کنی آسیبی به خودت بزنی یا فکر خودکشی داشته باشی. سویساید برای کسی اتفاق میفته که یه بک‌گراند ضعیف داشته باشه؟ نه، همیشه اینطوری نیست. هر کسی در هر رده سنی و در هر گروهی با هر سوشیو اکونومیکی ممکنه این کارو بکنه. فقط افراد دیوانه این کار رو میکنن. هیچ وقت نمیتونیم بگیم کسی که سویساید کرده فرد ضعیفی بوده، فرد خودخواهی بوده یا خانوادهش مقصر هستن، چیزی که حالا ما بهش میرسم. کسی که همونطور که گفتیم کسی که سویساید میکنه اکثرشون وقتی نجات پیدا میکنن بعدن از این که زنده موندن خیلی راضی و خوشحالن.
گرچه این خطر رو باز هم با خودشون دارن. من توی مسئله سویساید رزیدنت ها که اتفاق افتاد توی یکی دو تا گروه ها یکم تعاملم با این گروه ها بیشتر بود. حالا چون آقای دکتر گفتن عملی تر باشه فکر میکنم توی چند موردش رو به صورت کلی که حالا کانفیدنشیالیتی هم حفظ بشه بگم. وقتی یه موردی اتفاق میفته، اول یادتون باشه وقتی یه سویساید اتفاق میفته 135 نفر سوگوار میشن، یعنی غیر از خانواده که سوگواری بسیار بدی رو میگذرونن، دوستانش، اساتیدش، حتی پرستار بخش هم سوگوار میشه و احساس گناه پیدا میکنه. و چیزی که اتفاق میفتد این بود که یه سویساید اتفاق میفتد و به دنبالش یک گروه بزرگی از رزیدنت ها با یک گیلت شدید مواجه می شدن و با یه علائم افسردگی. و کسایی که رو مرز سویساید بودن خیلی خطر رو داشتن که این کار رو بکنن. و این خیلی مهمه که ما بعد از سویساید هم بدونیم که حالا اگه من رئیس بخش هستم باید حواسم به بقیه رزیدنت ها هم باشه و اونها خیلی خیلی در مرز خطر هستن. خیلی از اینا فکر میکردن که آره مثلا من این کارو میتونستم بکنم، نکردم. واقعا شاید باید آموزش قبلش داده بشه، یعنی همون اول دوره که الان بیمارستان امام این کار رو کرد و رزیدنت های ورودی یکی دو جلسه در مورد سلامت روان، این که علائم وارنینا ساین چیه، این که کمک خواستن یک مهارت عیب نیست براشون توضیح داده شد، اینکه مرکز مشاوره کجا هست، میتونن که یلدا مراجعه بکنن. اینا چیزایی که رزیدنت ها نمیدونن و یه چیزای ابتداییه و خب آموزش هم ما بهشون ندادیم که نمیدونن، یعنی نمیتونیم بگیم که اینا رو بدونن. شاید وقتی ما آموزش بدیم اونها هم بهتر بتونن اسکرینینگ بکنن. یه مسئله که در مورد اسکرینینگ گفتین آقای دکتر، اسکرینینگ اختلالات روانپزشکی اولا معمولا جوابگو نیست، یعنی شما اگه تو پرونده یک رزیدنتی بیان و پرسشنامه اضطراب افسردگی رو بگذارید به خاطر استیگما و به خاطر اینکه اینا فکر میکنن که ممکنه اساتیدشون نگرش بدی نسبت بهشون پیدا بکنن، معمولا درست پر نمیشه به جز تعداد کمیشون. و اینکه ما بخوایم اسکرینینگ بکنیم ارزشی نداره، میتونیم این کارو بکنیم ولی معمولا ارزشمند نیست. ولی میتونیم مراکز ارجاع رو بهشون معرفی کنیم. مثلا یلدا همه روزه از ساعت 12 تا 2 رزیدنت ها میتونن بیان و همه روزه یه روانپزشک داره که اونا رو رایگان بدون اینکه تو نوبت بمونن میبینه. ولی من فکر میکنم خیلی از رزیدنت های بیمارستان ها اصلا نمیدونن و مراجعه هم که حداقل من میدونم از طریق این سیستم به خود من شده یه مورد بوده، در حالی که مراجعه که خود رزیدنت ها از توی شبکه خودشون دارن خیلی زیاده. یعنی من الان تعداد زیادی از رزیدنت ها رو به دنبال اون بقای سویساید دارم میبینم، ولی اینا هیچ کدومشون از طریق این لینک وارد نشدن، از طریق همدیگه اطلاع رسانی میکنن. یعنی ما باید اطلاع رسانی بکنیم که یه چنین سرویسی وجود داره. یه چیز دیگه ای که وجود داره، میتونیم این کار بکنیم که پرونده ای که میذاریم یه پرونده سلامت باشه، یه قسمتش هم به سلامت روان باشه، یه پرسشنامه باشه، ولی روی این پرسشنامه نمیشه خیلی تاکید کرد و خیلی روش سرمایه گذاری کرد. ولی میتونیم بگیم که اگر میخواین مراجعه بکنین، آیا دوست دارین که اینجا باشه یا جای دیگه باشه؟ دوست دارین که خارج از سیستم بیمارستانی باشه، مثلا مرکز مشاوره باشه، یا اصلا روانپزشک خارج از اون سیستم باشه؟ خیلی وقتا اینو جواب میدن و این استیگما رو کمتر میکنه که به یک روانپزشک یا یک روانشناس یا یک سیستم سلامت روان خارج از محیط دانشگاهی ارجاع بشن احساس امنیت بیشتری میکنن. چیز دیگه ای که ما معمولا نداریم اینه که ما توی پرونده رزیدنت هامون نداریم که یکی دو تا شماره‌ای که در موارد اورژانس بشه باش تماس گرفت. شما اگه فکر کنین یه رزیدنتی افکار سویساید داره، مهمترین مسئله اینه که خب به خانواده‌اش یا به یکی از نزدیکترین افرادش اطلاع بدیم، ولی اکثرا این شماره تلفن وجود نداره توی پرونده ها و اینها باید درست بشه که اینکه رزیدنت وقتی میاد پرونده‌ای داشته باشه که یکی دو تا شماره تلفن ضروری که در مواقع اورژانس بشه باش تماس گرفت و فرد قابل اعتمادش باشه توی این پرونده وجود داشته باشه و بگیم که اگر یه موقع اتفاقی افتاد دوست داری که با چه کسایی در تماس باشید. تو میدونیم که مسئله سویساید اگر جدی باشه جز مواردیه که نقص رازداریه و ما باید اطلاع بدیم به خانواده و
و این نقص توی پرونده ها وجود داره. یکی دیگه تو پرونده ها ما نمیدونیم اینا تنها زندگی میکنن، خوابگاه هستن یا خونه دارن یا با خانواده هستن. وقتی با خانواده باشه ساپورت داره، من میدونم که خب یه نفر منتظر اینه، ولی وقتی یه خونه تنها داشته باشه من اگه اینو رها کنم نمیدونم چه اتفاقی براش میفته. و فکر میکنم این چیزها رو باید بیشتر درست کنیم، این که علائم وارنینگ‌ساین رو به اونا بشناسونیم و به اساتیدمون، این که کامیونیکیشن خوبی باشه، این که انگ رو برداریم، این استیگما رو کم کنیم که اگر تو مراجعه کردی تو فرد ضعیفی نیستی و ما و این گروه اتیتود بدی نسبت به تو نخواهد داشت. به خصوص اساتیدی که مسئول رزیدنت ها هستن یا منتور یک رزیدنتی هستن، این خیلی مهمه که نگرش خودشون هم مهمه. یعنی اگر یه رزیدنت اومد بهشون گفت که من افسردم، نگن که تو حساسی. به وقتی که من افسردم، منم دوست ندارم افسرده باشم، ولی اگه بهم میگن افسردم یه انگ دیگه هم پیدا میکنم، یعنی هم افسردم هم آدم ضعیفی هستم که نتونستم خودم رو جمع کنم. و اگه اینو بگم یعنی که دفعه بعدی رزیدنت نمیاد به من بگه من افسردگیم شدیدتر شده. پس ما یه آموزش خود اساتیدمون باید داشته باشن، به خصوص اساتیدی که منتور رزیدنت ها هستن، اساتیدی که مسئول رزیدنت ها هستن. و بعد قسمت بعدی این هست که کامیونیکیشن خوب باشه، یعنی جاج نشن. توی سویساد یکی از قسمت های مهمش اینه که شما فرد رو جاج نکنید. مثلا توی سویساد هیچ وقت نباید شوخی کرد، اگه دو سه تا قرص اضافه خورده بودی دیگه مرده بودی. این بدترین اتفاقیه که میتونه بیفته. تو اگه تصمیم جدی بود فکر نمی‌کرد قرص بخوری، چاقو هم خونتون بود. این بدترین شوخیه که میشه با فردی که تو بحران هست کرد، یعنی با خودکشی نمیشه شوخی کرد. پس یه آموزش، یه کامیونیکیشن خوب، اینکه انگ و استیگما رو برداریم، اینکه توی پروندهمون نلزومن اسکرینینگ از لحاظ پرسش نامه باشه، چون ممکنه یه فرد افسرده نباشه، دو ماه دیگه‌ش افسرده بشه، افکار سویساید پیدا کنه، ولی اینکه این بدونه به کجا مراجعه کنه و بدونه که اونجا جای امنیه، بدونه که این جای امن به مسئولش نمیاد همه چیز رو بگه و بدونه که ساپورت داره، حمایت داره و قرار نیست همه چیز رو از دست بده. خب اینا رو تو خانم دکتر گفتن، یه سریش رو من دیگه نمیگم. فقط تنها چیزی که هست، ما توی سویساید هایی که توی جنرال هست میگیم که آقایون، خانوم ها اقدام به خودکشیشون بیشتره، ولی فوتی که در اثر سویساید باشه توی آقایونه. توی پزشکان اینطوری نیست، یک به یکه. و توی حوادث اخیر هم اگه الان فکر کنین میبینیم که تقریبا اکثرشون خانوم بودن و این یه زنگ خطره که رزیدنت خانوم ما بیشتر در معرض خطر. شاید مسائل فرهنگی، شاید استیگما، شاید فشاری که روی یک خانم توی جامعه ما، هر جامعه‌ای به خصوص جامعه ما هست. یعنی اگر شما فکر کنین تو اون سویساید هایی که اتفاق افتاد، حالا تا اونجایی که من یادمه یه مورد آقا بود و بقیه همه خانم، دو مورد آقا بود و بقیه همه خانم بودن. و این یعنی اینکه خانم ها بیشتر در معرض خطر هستن و شاید باید توجه بیشتری به این بکنید. و یه مقداری توی جمعیت پزشکی مسئله با جمعیت عمومی متفاوت هست. یکی اینکه اقدام به خودکشی توی بیشتر هست، یعنی اگه توی یک مرد پزشکی که 14 برابر هست، توی یک خانم پزشک 2.2 برابر هست. و فوت اونها در اثر سویساید که بقیه جاها یک به یکی. حالا ما چیزی که دیدیم پارسال که متاسفانه به خانوم ها خیلی هم بیشتر بود. و چرا این اتفاق میفته؟ یعنی چرا توی جامعه پزشکی سویساید بیشتره؟ چون که همونطور که خانم دکتر هم گفتن، اکثر اینها یکی اینکه به خاطر استیگما مراجعه نمی‌کنن. مدسکیپ یه پاورپوینتی داره که مال سال 2022 و علت‌هاشو میگه. میگه اینا خب خودشون درمان میکنن، ولی وقتی خودشون درمان میکنن علامتیه، یعنی استرابشون رو یه کلوریاس پولساید میخوره، خوابش رو زولپیدم میخوره، کلوناسپام میخوره، ولی به صورت عمقی درمان نمیشه. یعنی اون بیماری که باعث زمینه ساز این استراب شده درمان نمیشه، یعنی فقط علامتی درمان میشن. و چون اون بیماری اصلی میمونه، یه روان درمانی میخواد، یه دارو آنتی دپرسان متناسبی میخواد، اتفاق نمیفته، ممکنه که به یه مسئله تراژیک هم منجر بشه. استیگمایی که توی پزشکان وجود داره تو همه دنیا هست، فقط اینطوری نیست که کشور ما باشه، تو همه دنیا
پزشکا از ترس اینکه این سرتیفیکیشنشون رو بگیرن نذارن تبابت بکنن بقیه همکارا نسبت بهشون نگرش منفی پیدا کنن اکثرشون مراجعه نمی کنن. توی رزیدنت ها گفته میشه تا 30% تا 28% از رزیدنت ها علائم MDD رو دارن که نسبت به جمعیتی که همسنشون هستن و همجنس هاشون حدودا اونا 7-8% و اینا 28% هستن، حدودا 3-4 برابر هست و توی اینترن ها 23%. و توی رزیدنت های ما شاید یه مقداری بیشتر هم باشه، که البته من عددی که دیدم فقط یه مطالعه بود که در مورد دانشگاه تهران بود 145 رزیدنت بود، گفته بود رشته تفاوت خاصی نداره و همین عدد فکر میکنم 23-24% رو گفته بود. حالا من اگر که به عنوان یک استاد بودم و رزیدنت هم اومد گفت به من که من فکر خودکشی دارم، قرار نیست من تنهایی درمانش بکنم. سویساید واقعا پیشگیری از سویساید و درمان سویساید کار راحتی نیست. یعنی کسی که این فکر رو داره انرژی میگیره تا برگرده. من میتونم بهش بگم ممنون که به من اعتماد کردی، ممنون که دنبال کمک بودی. کمک خواستن یک تواناییه، یک مهارته. تو تنها نیستی، ما اینجا هستیم که بهت کمک کنیم. و اون رو به یک منبعی که تخصصی هست ارجاع بدیم. و چیزی که مهم هست اینه که به صورت اکتیو فالوآپ کنیم. یعنی سویساید مسئله یه که بفرض اگر من یه رزیدنت اومد پیشم و به من گفت من فکر سویساید دارم، من فکر کردم خب افکار سویسایدش در حدی نیست که بستری بشه، هفتگی ببینمش، هفته بعد نیومد باید زنگ بزنم و بگم چرا نیومدی، نباید منتظر بشینم تا بیاد. یعنی کاملا فالوآپ فعال میخواد وقتی که ما احساس خطر میکنیم. این فالوآپ فعال باعث میشه که هم اون احساس کنه که خب برای یه سری مهمه زندگیش، وجودش، و یعنی این که خب دنبال درمان بره. هیچ وقت قضاوتش نکنیم. تو حساسی، پاشو خودتو جمع کن، ببین هم گروهات هم مشکلاتشون بیشتر از توه ولی خیلی راحت از پسش بر اومدن. آدم ها با هم متفاوته، ممکنه یه مسئله کوچیک منو خیلی بشکونه ولی یه مسئله بزرگ من خیلی راحت از کنارش بگذرم. آدم ها متفاوت هم متفاوت فکر میکنن و متفاوت رفتار میکنن و قرار نیست که این رو قضاوت بکنیم، فقط یه شنونده خوب باشیم و بهش کمک بکنیم. خب این منتال سرویس ها یکی مرکز مشاوره الان یه گروه خوبی داره، مددکار دارن، روانشناس دارن و خیلی خوبم مددکار و روانشناسشون پیگیری میکنن به صورت اکتیو. تا من یکی دو موردی که از رزیدنت ها رفتم میدونم که مسائل کانفیدنشیالیتی هم به خوبی رعایت میکنن و خیلی ساپورت ها خوبی دارن. کلینیک یلدام داره، حالا معمولا ارجاع میشه در نهایت مرکز مشاوره ولی خب رزیدنت ها خیلی هاشون ندارن. یه خط هاتلاینی هم رزیدنت های سال 4 روز به دارن که اونا هم از ساعت تقریبا فکر کنم 12 تا 2 شب و بچه ها میتونن بهش زنگ بزنن و کمک بگیرن. پس توی سویسا یکی علائم شناختش مهم هست، اینکه ما حتما تو پرونده رزیدنتمون یک دو تا شماره داشته باشیم از نزدیکانش، اینکه به یک سرویس تخصصی ارجاعش بدیم و خیلی کم نبینیمش، و یکی اینکه فالوآپ فعال داشته باشیم. و حالا من خیلی طولانی نشه، بعد یه کوچولو بگم که در مورد اینکه خب حالا یه سویسایدی که اتفاق میفته توی گروهی، توی دسته‌ای، فقط این نیست و تعداد همونطور که گفتم 135 نفر سوگوار میشن و بیشترین سوگواری مال دوستاشه و دوستایی که همردش هستن. بیشترین احساسی که پیدا میکنن اینا احساس گیلت خیلی شدیده، اینکه خب این واتساپش رو چک نکرد، چرا من نرفتم دنبالش، اینو به من گفت که من مشکل دارم، اون روز گریه کرد، چرا من نگفتم چرا گریه میکنی، که دو روز مرخصی پشت سر هم گرفت، کشیکشو نیومد، چرا من پیگیری نکردم. این چیزایی که دائما به ذهن اونا میچرخه و خیلی آزاردهنده است. وقتی که یک سویسایدی اتفاق میفته ما قرار نیست که سیستمی رو توبیخ کنیم یا آدمی رو تو اون موقع بحران توبیخ کنیم، بلکه باید بگردیم همونطور که آقای دکتر گفتن عوامل محیطی، عوامل اجتماعی که زمینه ساز شده پیدا کنیم. ولی قرار نیست که اون بحران تازه فکر کنیم که نه این استادش استاد بد اخلاقی بود، با این دعوا کرد، این رفت خودکشی کرد. ممکنه بعدا قرار باشه به استاد بگیم بهتر رفتار کن، ولی قرار نیست گیلت آدم ها رو اون موقع زیاد بکنیم. استیگما و انگ خودکشی خیلی بالاست، برای همین اکثر خانواده ها وقتی که کسی رو بر اثر خودکشی از دست میدن دلشون نمیخواد بگن این با خودکشی فوت کرده.
و معمولاً به عنوان RS، MI یا چیزایی دیگه گفته میشه و این قابل احترامه. چون که ممکنه یک خانواده بریزن به هم و عقاید مذهبیشون، اجتماعیشون، فرهنگیشون بره زیر سوال. و استیگما برای خانواده یک کسی هم که سویساید کرده وجود داره و ما قرار نیست این استیگما رو بیشتر کنیم. مثلا اون کنکاش هایی که بعد از سویساید اتفاق میفته که خیلی هم ناراحت کننده است. متنایی که نوشته میشه که یک سناریو اینجوری شد، اونجوری شد، این بهش اینو گفت، بعد اون این کارو کرد، این توجه نکرد و این خودکشی کرد. همیشه یادمون باشه بعد از سویساید قرار نیست ما اون آدم رو قضاوت بکنیم و کانفیدنشیالیتی باید بعد از سویساید هم وجود داشته باشه. اگر یکی از رزیدنت‌های ما فوت کرد، حتما مسائلی داشته یا یکی از همکاران ما، خانواده ما، ولی بعد از مرگش هم باید مسائل کانفیدنشیالیتی رعایت بشه. این که مثلا این نامزد داشت، نامزدش اینو گفت، این استاده بهش اینو گفته بود، نمیدونم هم دوره ایش توی خوابگاه اینو گفته بود، اینو مسئله کانفیدنشیالیتیه که خیلی راحت نیست در موردش حرف زدن و قرارم نیست پخش بشه و باید تا اونجایی که میتونه سعیمون رو بکنیم که احترام اون آدم حتی بعد از مرگش حفظ بشه. به هر حال اون دیگه وجود نداره ولی قراره همونطور محترمانه توی ذهن ما بمونه. خب من بکنم خیلی طولانی بشه بخوام من برن آت رو بگم. آره چون فکر میکنم من ساعتی را زمانیمه نمیدونم کاملا قابل استفاده است. حالا میخواییم نمیدونم من دارم اسلایدشو میتونم بگم اگه طولانی نمیشه. آره تا پنج اسلایده و کوتاه هم میگم تو حالا کامل بازش نمی کنم که بخوام بگم. آره خانم دکتر من سوال کوتاه اجازه دارم بپرسم؟ بله. بله تشکر میکنم چقدر آموختم از فرمان. سلام علیکم. سوال بنده این هست که آیا ما در موضوعات پزشکی معتقدیم که بایستی رازداری صورت بگیره و بدون اجازه بیمار و یا بدون اجازه موازین حکومتی و قانونی اجازه افشا نداریم؟ آیا در مورد خودکشی این اجازه در واقع در دستورالعمل‌های روانشناسی شما و کتاب‌های شما این اجازه داده شده که از خانواده کمک گرفته بشه اونا رو صدا کنیم بدون رضایت خود شخص، مثلا در مورد دانشجو اتفاق بیفته خانواده‌اش رو خبر کنیم؟ سویساید جز مواردیه که نقص رازداری درش گفته شده ولی قرار نیست که ما به هر کسی بگیم. مثلا اگر که من احساس خطر میکنم به رئیس بخشی که قابل اعتماده بگم یا به اتندی که قابل اعتماده بگم، یعنی این که حواسم باشه که اون آدم، اون رزیدنت قراره تو این بخش کار بکنه. ولی جز مواردیه که ما میتونیم رازداری رو نقض بکنیم و به فردی بگیم، یعنی به افراد خانواده باید گفته بشه. من اینطوری بگم که اگر به فرد مثلا رزیدنتی یا بیماری بیاد توی درمانگاه من و افکار سویساید داشته باشه، افکار سویسایدش جدی باشه، بله، من نمیتونم فقط مبنی بر این که خودش بگه نه من این کارو نمی کنم بذارم بره، باید همونجا زنگ بزنم یکی از افراد فامیلش بیاد و حتی اگر میخواد رضایت به بستری نده، خودش نمیتونه رضایت به بستری نده، باید اون فامیل درجه یکش رضایت بده که این بستری نمیخواد بشه. یعنی در جز مواردی سویساید که ما میتونیم رازداری رو زیر پا بگذاریم ولی قرار نیست که به همه بگیم، پخشش کنیم. قطعا ترجیحمون اینه که به فردی که قابل اعتماده بگیم، ولی حتما باید یک نفر، یعنی من فکر میکنم مثلا رئیس بخش اگر که فرد قابل اعتمادیه یا مسئول رزیدنتی قابل اعتماده باید بخش در جریان باشه، حتما باید یکی از افراد درجه اول فامیل در جریان باشن، چون سویساید دیگه یعنی اتفاق میفته و بعدا شما نمیتونیم پاسخگو باشید. حتی در این حد ببینیم که ما توی صلاحیت تصمیم گیری وقتی که کسی افکار سویساید داره میتونیم بگیم که نه مثلا این
بفرض یه کسی میخواد جراحی بشه ولی من میدونم که این افکار سویساید داره و خودش میگه من نمیخوام جراحی بشم، اگر که این افکار سویساید داشته باشه صلاحیت تصمیم گیری نداره. یعنی خود کسی که فکر سویساید داره خودش نمیتونه رضایت شخصی بده واسه بیمارستان مرخص بشه. من حتی تو بخش جنرال اگر بیماری بخوابه و فکر خودکشی داشته باشه، اگر پزشکش اینو مرخص بکنه و اتفاقی بیفته مسئولیتش با پزشک میشه. وقتی کسی فرضاً فکر خودکشی داره باید همراه رضایت بده. تو درمانگاه هم ما باید همراه رو بخوایم، در مورد رزیدنت ها هم باید به یک نفر که قابل اعتماد هست و یک از فامیل که قابل اعتماد هست اطلاع بدیم. من تشکر میکنم. یعنی قانون روانپزشک رو اتورایز کرده، اجازه داده و مکلف کرده که حتما بستگان رو پیدا بکنه و بهشون اینفورم کنه و خبر بده. درست متوجه شدم؟ بله بله. این که تو موارد نقض رازداریه دیگه، یعنی اساساً علاوه بر اینکه نقض رازداری مکلفه که اشخاص رو هم بگرده به طریقی کسی رو پیدا بکنه. تشکر میکنم از شما خانم دکتر. خواستم سوال کنم ببینم در گفتم که توی پرونده، یعنی شاید بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم، ما یه طرحی داشتیم توی بیمارستان امام که حالا فعلا هولد شد، ولی توی مرکز قلب یه پرونده سلامت رزیدنت ها داشتن که قرار شد دو تا شماره تلفن از فامیلی که درجه اول باشن و فرد به اونا اعتماد داشته باشه و در موارد اورژانس بشه باشون تماس گرفت. توی پرونده وجود داشته باشه. خیلی متشکرم. سلام علیکم. من اجازه دارم صحبت بکنم خانم دکتر؟ بفرمایید. بله سلام علیکم. خیلی بحث جالبی بود ولی من نمیدونم این مسئله مبتلابه چرا امروز اینقدر مشتری کم توش بودی که امتیاز در واقع فرهنگی هم داشت. کاش که یه مقدار تبلیغ بیشتری بشه یا بعدن این جلسات بیشتر تکرار بشه. من یه مرتبه رفتم توی در واقع سال 52 موقعی که تابستون 52 پزشکی قبول شدم و در واقع دیگه تو آسمونا سیر میکردم و همه اقوام هم تصورش این بر این بود که بالاخره این آقای رضایی به دیگه زندگیش تأمین شد و همه چی جفت و جور هست. دانشجوی سال 4 که میاد پیش ما شاید همون تصور رو داشته از موقع قبول شدنش. به سال 4 که میرسه من میبینم که بچه ها میگن که چی مثلا، یعنی که ما اصلا برای چی اومدیم پزشکی. یعنی از همونجا یه دغدغه های شروع میشه، یه مقایسه های شروع میشه و همونجا من بهشون میگم که اگه خودتون رو بخواید با بقال و چقال و معاملات ملکی مقایسه بکنید شاید در واقع دچار همین برن آوت یا سر رفتن حوصله بشین در آینده. همین دانشجو اگر بمونه و تداوم داشته باشه، چون من میگم اگه واقعا اینطوری فکر بکنی از همین الان برو دنبال یه کار دیگه، وقت خودت رو تلف نکن. همین دانشجو اگه دوام بیاره میرسه به اینترنی. ما انترن در واقع پاویونمون اساتید با انترنا یه جا هست و خیلی هم با هم خودمونی هستیم. تنها اتاقی که ازش بوی سیگار میاد اتاق بچه های اینترنای ما هستن و این تو هر دوره 3-4 روزه هم که میان نفرات بعدی هم تکرار میکنن. به نظر میاد که بالاخره اینا یه مشکلاتی دارن. وقتی هم باهاشون صحبت میکنیم اون که چی مثلنشون دیگه تشدید میشه، چون به حال خودشون رو مقایسه میکنن آدم های باهوش و در واقع ارزشمندی که انتظاراتی دارن که اینها متاسفانه برآورده نمیشه. صرف نظر از مسائل اقتصادی که واقعا بچه ها رو ممکنه عذاب بده، که من همیشه میگم اهل کام و ناز رو در بیرندی راه نیست، رهروی باید، جهانسوزی، نخامی بیغمی. گریه حافظ چه سنجد یا چه ارزد پیش استقنای عشق، کندر این طوفان نماید هفت دریا شبنمی. یه خود شعاریه و یه خود خب برای سن ما که دیگه داریم بازنشسته میگیم شاید خیلی مشکل نباشه، ولی کسی که میخواد شروع به کار بکنه صحبت از عشق و علاقه به کار و اینها توی همچین محیطی به نظر من خیلی نمیتونه کارساز باشه. و در واقع خب به حال
دانشجو اومده که یک زندگی قابل قبول داشته باشه. من تقریبا 35 سال پیش مسئول بودم، گفتم فارغ التحصیلمونو ما باید در آغوش بگیریم قبل از اینکه فرار بکنه بره، و اون این هستش که یه خونه در واقع 50 متری بهش بدین، از حقوقش کم بکنید. متاسفانه همه چی دست به دست هم میده، صرف نظر از مسائلی اون رضایت شغلی هم هست. ماها که با اندرگراجویت سر کار داریم میدونیم که اندرگراجویت های ما برای جامعه همون تربیت نمیشن و راه و فرار رو توی میدونن که اندرگراجویت جی پی نمونن، برن تخصص و فوق تخصص و برای کلیه راست و چپ برن، در واقع خیال خودشون راحت کنن اگر فکر میکنن به درد میخورن، یا برن دنبال کاسبی. اینها چیزایی است که از همین دانشکده، آقای رئیس دانشگاه، آقای وزیر و سایرین باید بدونن. ما بچه‌هامون رو برای چیزایی امتحان میکنیم که بعداً به دردشون نمیخوره، طوری بار میاریم که میرن تو جامعه سرخورده میشن، اونایی هم که علاقه دارن و مسائل مالی و ریالی براشون مهم نیست. و من میگم شغل مثل ازدواج، اگه آدم زنشو دوست نداشته باشه یا شوهرشو دوست نداشته باشه، یک عمر عذاب میکشه ولی اینکه خودشو بزنه به کوچه علیچم شغل نیست. و شما اگه با شغلتون نتونید زندگی کنید راضی باشین، و همین اتفاقاتیست که میفته. به نظر من ما خیلی داریم تعلل میکنیم توی انتخاب دانشجو و گزینشش و بعد توی مسائل بعدیش و اتفاقات بعدی که میفته. حالا اگه بگیم که نوع آموزش ما، نوع پژوهش ما و استثمار آکادمیک و همه مسائلی که دانشجو خودشو میرزا بنویس میتونه و به درد نخور میدونه، همه اینا اگه جمع بشن رو هم دیگه، همین میشه که میرسه به اون برن‌آوت و اون فرسودگی. البته یه اتفاقی هم داره میفته، اونم اینه که مثلا ما میبینیم خیلی ها میگن که بچه ما ADHDه. اینو در واقع یه جوری مثلا به عنوان حالا یه پوز دادن توی مجامع، حالا این برن‌آوت هم یه خود مد شده به نظر من، یعنی بعضی احساس وظیفه میکنن که برن‌آوت بکنن. اگر نه شرایط دانشجویی ما موقعی که بودیم، حالا نمیگم به این بدی، ولی واقعا خیلی هم جالب نبود و سختی‌های زیادی کشیدیم، از جمله اینکه 12 تا مریض رو صبح تو مونیتور خود باید همه رو بشناسیم و استاد میومد در واقع رندوم از پرونده در میاد، و ما اون موقع هم اگر ازدواج هم کرده بودیم مجبور بودیم شبای دیگه هم بریم جای دیگه کشیک بدیم، اگه فرق باعث می‌شد که شبای دیگه بریم جای کشیک بدیم. ما هم خیلی خوشحال‌تر نبودیم تو همون 40 50 سال پیش، ولی به هر حال مجموعه فاکتوراست که باید نگاه بشه. به نظر من 15 نفر 20 نفر برای این جلسه خوب نبود، شاید تکرارش هم بکنی و یه خود ریشه یابی بکنی. تشکر. خیلی ممنون از کامنت ها. من فکر کنم که توکل بده هم که محسنی اگه برنا هم اگه بخوایم واقعا خوب بگیم فکر کنم یک ساعت وقت داره، بخوایم بذاریم یه جلسه دیگه. آره، من فقط در مورد سویساید حالا چون یه کوچولو وقت داریم دو تا تجربه شخصی خودم رو بگم. همونطور که آقای دکتر گفتن، فکر کنم آقای دکتر رضایی بودن، گفتن واقعا اینطوری نیست که فکر کنیم که اگر مثلا رزیدنت ما خیلی خوبه، به فرض شاگرد اولشونه، چیف رزیدنت و خیلی شرایط شاخصی داره، این کار رو نمی کنه. من مثلا دو سه سال پیش یه خاطره خودم بگم، یکی از رزیدنت‌های حالا دانشگاه خودمون هم نبود که بگم، یه مشاوره دادن توی بیمارستان که این مشاوره رو حالا بچه‌های ما دیده بودن، یه آقای دکتر بودن که صوت از ارتفاع داشتن، یکی از رزیدنت‌های خیلی فعال و خوب یکی از دانشگاه ها، و اون سرویسی که ایشون تحت درمانش بودن خیلی شک به سویساید داشتن، ولی همه میگفتن که هیچ وقت آقای دکتر هیچ مشکلی استراب نداشتن، افسردگی نداشتن، خیلی عملکرد خوبی داشتن، چیف رزیدنت ما بودن، یعنی واقعا این رو میگفتن. دو سه بار هم رزیدنت های ما رفته بودن دیده بودن، دقیقا همین ها رو دیده بودن و چیز بیشتری در نیومد. من هم که رفتم دیدم، آقای دکتر کاملا گفتن من هیچ وقت سابقه استراب نداشتم، سابقه افسردگی نداشتم، همین با یه شرح حال. تنها اتفاقی که افتاد این بود که خب ما یه راپور خوبی برقرار شد، ولی واقعا من هم چیزی به نفع سویساید و اینکه بخوام بگم این سویساید بوده، با اینکه حسم این بود که این اتفاق فراتر از یه سقوط بوده، پیدا نکردم و نمیتونستم کاری بکنم. و تنها کاری که کردم این که شماره موبایلمو به آقای دکتر دادم
و گفتم که من حس خودم اینه که یه چنین اتفاقی افتاده، ولی شما میگید نیفتاده. ولی اگه افتاده باشه هم قرار نیست که من شما رو قضاوت کنم و فکر کنم که آدمی هستین که ضعیف بودین. حتما مسئله بزرگی بوده و برای شما خیلی دردناک که این اتفاق افتاده. این شماره منه، اگه زمانی فکر کردین که من میتونم کمکتون بکنم، هر موقعی بود به من پیام بدین، من در خدمتتون هستم و شاید بتونیم با هم دیگه در موردش صحبت بکنیم. اونم شماره رو گرفت و تشکر کرد و خب منم عملا هیچ چی دیگه ای نداشتم. با خانواده‌اش هم صحبت کردم، خانواده‌اش گفتن با ما زندگی میکنه، خیلی خوبه، هیچ مسئله‌ای نداره. با دوستاش صحبت کردم، یکی از اساتیدش رو پیدا کردم و این تموم شد. رفت. دو هفته بعد ساعت 11 شب یه شماره به من اسمس زد که خانم دکتر من فلانی هستم و باید فردا سریعا شما رو بگیرم. و ما تو بخش با هم دیگه قرار گذاشتیم. وقتی که اومد گوار اون سویساید بوده و من توی بحران این کار رو کردم که این بحران ادامه داره و نمیتونم مدیریتش بکنم. یعنی فقط مثلا اینطوری نیست آدم، خیلی وقتا حتی خود ما هم آدم نمیتونه ثابتش بکنه و فردیه که اصلا آدم انتظارش رو نداره. یعنی کسی که تمام من با خیلی آدم رو صحبت کردم یا خودش و واقعا هم پرسونالیتی بسیار خوبی داشت، بسیار آدم باهوشی بود، بسیار توانمند بود و صرفا توی بحران اتفاق افتاده بود و بحران هم بحران بود واقعا. حالا ما سعی کردیم با هم دیگه حلش بکنیم. من ارجاعش دادم جای دیگه‌ام و یه سری جلسات ساپورتیوی رو آقای دکتر شروع کردن. یه درمان دارویی خیلی کمی هم در حد این که مثلا علائم استرابی کم بشه، نه این که درمان دارویی هم حتی لازم نبود، یه درمان ضد استراب مختصر. و بعدم که این بحران تموم شد، این فکر تموم شد. هیئت علمی یکی از شهرها شدن، خیلی هم فانکشنال هستن و خیلی هم خوب. یعنی قرارم نیست این آدم اگه زمانی کار کرد دیگه آدم توانمندی نباشه، ولی همونطور که آقای دکتر گفتن برای هر کسی هم میتونه اتفاق بیفته. ولی به هر حال ریسکشون بیشتر هست. یعنی آدم باید این رو بده بهشون که خب مثلا تو که یک بار این اقدام رو داشتی، توی بحران‌های دیگه حتما کمک بگیر. و کمک خواستن اتفاقا ما توی جامعه خودمون کمک گرفتن و کمک خواستن یه کمی ضعف محسوب میشه و این مهارت رو نداره. در حالی که کمک گرفتن یه مهارته که آموختنیه و کسایی که کمک میگیرن معمولا افراد توانمندتری هستن، اعتماد به نفس بیشتری دارن و اگر این رو بگیم خیلی بارش کمتر میشه و بهشون بگیم که اشکالی نداره اگر که تو مشکلی داشتی کمک بخوا، من کنارت هستم تا جایی که بتونم خودم کمک میکنم یا به سیستمی که قابل اعتماد باشه ارجاع میدم. و همونطور که گفتم رزیدنت ها معمولا ترجیحشون اینه که خارج از سیستم بیمارستانی خودمون باشه، به خاطر اینکه فکر میکنن در نهایت این استادشه و ممکنه با اساتید دیگرش در ارتباط باشه. یعنی شاید فراهم کردن یه منبعی که اونا بتونن جای دیگه این کمک تخصصی رو بگیرن بهشون کمک بیشتری بکنه. خب اگه سوال دیگه باشه یا کامنتی، مرسی از کامنت های خوبتون آقای دکتر رضایی دکتر شجاعی. خیلی ممنونتون برنات که مفصل میشه. من دیگه فکر میکنم خیلی طولانی میشه. آره میتونیم مثلا یک جلسه دیگر رو کاملا به برنات اختصاص بدیم که یکمی هم مفصل تر در موردش، یعنی هم در مورد سیستم مدیریتی صحبت کنیم که اگه من رئیس یک مجموعه بودم چه کار بکنم و هم خودم برای خودم شخصی چه کارایی بکنم. چون من قسمت مدیریتی رو اصلا نیاوردم و قسمت شخصی رو خیلی کوتاهش کردم. خیلی ممنون از توجهتون، ممنون از آقای دکتر و خانم دکتر دعوتتون. اگه کامنت دیگه نباشه من از حضورتون مرخص بشم. گفتم دکتر توکلی که شما هم خب من سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران و اساتید عزیزی که تشریف دارن و تا این الان هم بودن. من در حد دو دقیقه فقط میخواستم یه چند تا مطلبی رو که کوچیک اینجا از توی همین کتابی که خانم دکتر محسنی‌پور زحمت کشیده بودن و
استفاده کرده بودن بنده هم اصلا استفاده کردم عملا. عرض کنم خدمتتون از حضور خانم دکتر شاهنسیم خیلی خیلی تشکر میکنم، واقعا زحمت کشیدن و اینکه قبول کردن تشریف آوردن، خودش به کنار اینکه قبول کردن تشریف آوردن، اینکه مطالبشون خیلی کاربردی و عرضم حضور شما که واقعا فکر میکنم به درد بخور بود، من ازشون واقعا تشکر میکنم. اون قسمتی که من میخواستم صحبت بکنم، طبعا همه مواردش رو صحبت سرکار خانم شاه منصوری بود، این قسمتی که هست که در واقع انگ زدنی هست که وجود داره، شاید ما فکر بکنیم که پزشکان به خاطر اینکه آشنایی بیشتری با این موارد دارن شاید این استیگما یا اون انگ در موردشون صادق نباشه. نه، اینجوری نیست. حتی توی مشاغل پزشکی هم میگن که خیلی شایعه و در سطوح مختلف از خود فرد گرفته تا همکارانش تا اون سیستمی که داره توش کار میکنه و یا هیئت‌های بورد و یا هم صدور مجوز، ممکنه که اینا هر کدومشون به شکل مختلفی این استیگما رو بزنن. عملا شاید یکی از مواردی که خیلی جلوگیری میکنه از اینکه فرد برای اون مشکل روانیش دنبال کمک بگرده، همین انگی هست که ایجاد در واقع یک سد یا یک بریر میکنه که نمیذاره که فرد دنبال اون باشه، یا اینکه همکارانشون ممکنه باز به خاطر همین انگ در مراحل مختلف در واقع از کمک کردن به اون فرد پرهیز بکنن. یه کسی که یه همچین مشکل داره ممکنه خودش رو همونجوری که فرمودن خودش رو به صورت این که کفایت نداره یا لیاقت کافی نداره یا توانایی کافی نداره ممکنه در نظر بگیره، یا همکارا ممکنه که از طرح این موضوع یه مقداری پرهیز بکنن و تا زمانی که متاسفانه دیر نشده اقدام به این که کمک بکنن به همکارشون نکنن. بیمارستانا یا اون سیستمی که فرد داره توش کار میکنه ممکنه که اون فردی رو که داره از مشکلات سلامت روان رنج میبره رو به عنوان اینکه یک فردی هست که غیر حرفه‌ای هست یا کفایت کامل نداره تشخیص بدن و به جای اینکه ازش حمایت بکنن یا کمکش بکنن به دنبال اقدامات تنبیه باشن. اینا واقعا چیزایی هست که ما دور و بر خودمون میبینیم دور زمانه، به خصوص الان هر چی که پیش میره و وضعیت اجتماعی و همون چیزایی که استاد رضایی فرمودن بالاخره هی داره یه مقداری پررنگتر میشه این مشکلات، اینا رو داریم بیشتر میبینیم در واقع برای خودمون. یا حتی هیئت‌های صدور مجوز بورد و هیئت‌های ارزیابی کننده ممکنه که یک در واقع تبعیضی قائل بشن بین کسایی که این مشکلات رو داشتن و کسایی که مشکل رو نداشتن. یه فرهنگ سکوتی به صورت یه قانون نانوشته وجود داره و اینا به خاطر همین هست که در واقع ابهامات ایجاد میکنه در مورد اینکه چه موقعی ما باید کاری بکنیم و چه موقعی کاری نکنیم. این سوالایی هست که بعضی وقت ما باهاش روبرو هستیم، این خودمون توی بخش توی بین همکاران حتی در مورد خودمون، اینی که اگر که یه همکاری رو می‌بینیم و احساس می‌کنیم که از افسردگی رنج می‌بریم باید گزارشش بکنیم یا نه، به چه موقع اصلا اینو انجام بدیم. اگر که خودمون ممکنی اصلا این استراب یا این در واقع این نگرانی رو خودمون در مورد خودمون داشته باشیم که اگر که مشخص بشه که ما مثلا یک مشکل روانی داریم آیا چه پنالتی چه چیزی درمون به وجود میاد، چه تعلیق میشیم تنبیه میشیم مثلا با من چه برخورد میشه، قانونی در این زمینه هست، قوانین چی هست. خیلی از اینا ما نمیدونیم و متاسفانه هم که استاد شما مسئله فرمودن شاید این که رزیدنت همون که اول کار دارم میان یه برنامه برای اینا داشته باشیم، اصلا خودمون با من هیئت علمی خودمون با من پزشک چه موقع فارغ التحصیل شدن چه موقع ورود به هر دوره یه سری اطلاعات داشته باشیم شاید به ما کمک بکنه. ولی چند تا چیزش رو من میخوام عرض بکنم خدمتتون. یکی این که اگر که هر زمان ما تشخیص بدیم که ممکنه ارتباط یک پزشک با بیمارش به خاطر اون مشکل در واقع روانی که داره یا حالا اون اختلال روانی که داره اون ارتباطش از نظر حرفه‌ای آسیب ببینه و بیمار در معرض خطر قرار بگیره، از نظر اخلاقی ما وظیفه داریم که این رو گزارش بکنیم. این جزء در واقع مصادیق پروفشنالیسم توی پزشکی حساب میشه. اینکه یک پزشکی استراب داره یا از افسردگی رنج میبره به این معنی نیست که حتما این به خودش یا به بیمارش میتونه صدمه بزنه، نه اینطوری نیست. و اگر که ما فکر بکنیم که کسی هست که از همچین اختلالی پیش در واقع رنج میبره یا همچین اختلالی رو داره، خیلی جالبه که حتی این منبعی که الان ازش استفاده میکنیم یه منبعی مال آمریکا هست، میگه که اگر که اختلال سلامت روان دارید که احساس میکنید که تو اولترتون اختلال ایجاد نمیکنید، بهتره که برید محرمانه کمک بگیرید، یعنی اینو داد و فریادش نکنید چون بالاخره این انگه هستش. یعنی هر چقدر هم که ما بگیم که این انگ و این استیگما نباید باشه یا باید باش مقابله بشه، ولی بالاخره هستش، یعنی این قابل کشف پوشی نیست. و اگر که واقعا فکر میکنیم که
این اختلال تو عملکرد ایجاد میکنه، بهتره که اینو بیشتر صدا و به قول معروف محرمانه دنبالش باشه. اگر که می مشکوک هستیم که یکی از همکارانمون همچین اختلالی داره و ولی احساس میکنیم و بررسیمون این هست که این دچار اختلال عملکرد نکرده، این رابطه این پزشک و بیمارش رو مختل نکرده، میگه همیشه اینو حواستون بهش باشه، مراقبش باشه و حتما سعی کنید که قبل از اینکه دیر بشه اقدامی بکنید. شاید ممکنه در اون زمان شما تصمیم بگیرید که اقدامی براش انجام ندید، ولی حتما با حواستون بهش باشه و همیشه هم این احساس همدلی رو به همکارانتون بدید که شما همیشه هستید کنارش. اینکه استاد میفرمایند که مثلا من خودم دنبال این پزشک رفتم به شما، این همینه، این همین همدلی است که باعث میشه آدم‌ها با همدیگه یه احساس در واقع یکی بودن بکنن و این خودش خیلی کمک میکنه که اینکه مشکلات بعدی رو پیشگیری بکنه. اولین قدم رو گفته که شناخت علائم هست، علائم رو دیگه استاد فرمودن، من دیگه نمیخوام وقتتون رو بگیرم. و اینکه چه کارهایی باید بکنیم برای اینکه بشه یه مقداری وضعیت رو بهتر کرد، همین هست که اول علائم رو بشناسیم و سعی بکنیم که این انگ و استیگما رو سعی کنیم به حداقل برسیم. میگه که بعضی از این چیزها حتی ممکنه خیلی خوشگین باشه، خیلی به نظر ساده بیاد، مثلا یه نفر فکر میکنه من باید بتونم از این مشکل عبور بکنم، من تا اینجای کار رسیدم. خب این خودش در واقع شروع انگ زدن است که اگر دیگه پس اگر نتونستی پس لابد یه مشکلی داری. اینو خودش همین چیزای خوشگین و خیلی در واقع سبب، در واقع همینا مقدمات این همون استیگما هستن. یا همه دارن سخت کار میکنن، همه همکارام دارن سخت کار میکنن، من نباید چه کار بکنم؟ این همین فهمش رو استاد هست که فهمیدن که همه توی شرایط مساوی ممکنه که واکنشاشون مناسب مساوی با هم دیگه نباشه، هر کسی ممکنه بر اساس شرایط و سابقه خودش در واقع ریاکشن مختلف در واقع بده. این که حالا چه کار باید بکنید، دیگه پیشنهاداتی هست که در زمینه این که حالا بشناسیم علائم رو و سعی کنیم این انگ زدن رو کمترش بکنیم و از همدیگه کمک بگیریم. اون سیستم بهداشتی باید چی کار بکنه، اینا دیگه بایدها هست که دیگه خیلی مفصله. همین چند تا جمله رو من می‌خواستم عرض بکنم خدمتتون، برای اینکه فکر کردم باز یه ترتیبی بشه باز بد نیست. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو دادید به ما و خیلی تشکر میکنم از استاد گرامی سرکار شاه مسعودی و استاد محسن پور که زحمت کشیدن برنامه رو هماهنگ کردن. اگر که سوالی هست من جوابو نخواهم بود، استاد شاه هستی جواب خواهند داد ازش، هنوز استفاده میکنیم. اگر هم سوالی نیست که همه رو به خدای بزرگ بسپارم، براتون آرزوی موفقیت و شادی دارم. سوالی نبود، خیلی متشکرم، خداحافظ شما.